سلام دوستا، حکمت طلا رمزی هستم. نتیجه الکلاسیکو امشب فراتر از یک شکست در زمین فوتبال برای رئال مادرید بود. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. رئال مادرید برای چهارمین دیدار پیاپی به بارسلونا باخت تا ظرف 72 ساعت دو بازی را در خانه خود به آبیاناری‌ها واگذار کند. تیم کامل آقای فلورنتینو پرس پس از 87 سال و برای اولین بار در طول تاریخ دو باشگاه در تعداد بردها از بارسلونا عقب افتاد تا یکی یکی آمارهای بزرگ تاریخی خود را به دست خویش به آتش بکشد. از مشکلات رئال مادرید گفتن از حوصله این مطلب خارج است، اما اگر تنها در یک جمله بتوان گناهکار این روزهای سیاه کهکشانی ها را معرفی کرد، کسی نیست جز فلورنتینو پرس. مدیری که در ماجرای جدایی زیدان بر حضور بیل و جدایی رونالدو اصرار ورزید، حالا پشت انتخاب‌های آماتورگونه خود خوابیده است. انتخاب لوپیتکی و جانشینی سولاری با خولین یا سپردن خط حمله تیم به بازیکنان بی‌کیفیت مانند کریم بنزما و گرت بیل، کهکشانی‌ها را از قله افتخار اروپا به جایگاه فعلی رساند که 3 ماه مانده به پایان فصل دو جام را از دست داده باشد و تنها دلخوش به اروپایی باشد که شاید همین چهارشنبه تکلیف آن هم یکسره شود. اما در اردوگاه رقیب آسمان کاملا آبی است. بارسلونا به لطف خریدهای بارتومیو و حفظ ستاره‌های خود حالا اعتماد به نفس بالایی دارد. در آسانه به دست آوردن دو جام داخلی اسپانیا است و در اروپا نیز از بخت مهم قهرمانی است. دوئل کلاسیکوی هفته اخیر را به راحتی و با کمترین موقعیت به پیروزی رسید تا ثابت کند به هیچ وجه به دنبال فوتبال زیبا نیستند و تنها با والورده به پیروزی‌های حداقلی و کسب امتیازها و در نهایت بالا بردن جام است. بارسلونا پرمهره‌ترین دوران 10 سال اخیر خود را سپری می‌کند و برخلاف فلورنتینو پرس، بارتومیو برای دوران پاسو میسی نیز آماده است. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.